عدالت، دموکراسی، برابری، جامعه مدنی، پاسوها در کدام دالان و نزد چه کسی است؟ کی من؟ کی؟ چه خبر؟ سلام. خوبی؟ خوب. کجا هستی؟ اول کار. استنده داری؟ نه هنوز. الان میکنی؟ استنده داری؟ سلام. من کامبیز حسینی هستم و شما در حال دریافت پارازیتی دیگر. امشب برای شما چند قسمت متنوع آماده کردیم از مصاحبه با احمد خاتمی، امام جوه موقت تهران. آغاز خواهیم کرد و با مایکل جکسون برنامه رو خاتمه خواهیم داد. با خبر شدیم که آقای احمد خاتمی دارن تشریف میارن به آمریکا که با پرزیدنت اوباما دیداری داشته باشن و ما از این فرصت استفاده کردیم که ایشون رو دعوت بکنیم و برای اولین بار ایشون با یک رسانه غربی مصاحبه ای بکنن. آقای خاتمی، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و همینجوری میمونیم و انقدر ذوق‌زده شدیم که براتون سه تا میکروفون گذاشتیم که یه وقت صداتون از دست ندیم. سوال اولم اینه که شما در آمریکا از کی بیشتر خوشتون میاد؟ درخواست شما از پرزیدنت اوباما درباره این اتفاقات اخیری که در ایران اتفاق افتاد چی هست؟ آجانه بی‌رحمانه برخورد کنه تا مایه عبرت برای همگان باشه. با کی برخورد کنن؟ قوه قضاییه. چرا حالا با قوه قضاییه؟ همه شواهد و قرائن گویای این است خودشون این کارو کردن. مگه چی کردن؟ خودشون معدکه‌گیری کردن، خیلی خباثت کردن. شما خودتون از کجا فهمیدی؟ انگلیسی ها. به انگلیس چه ربطی داره؟ کار انگلیسی ها. حالا قراره کی با پرزیدنت اوباما ملاقات بکنی؟ زمستون. در این اختشاش اخیر از همه چی بیشتر شما رو ناراحت کرد؟ ماجرای این خانومی که کشته شده. چرا؟ این خانم در یک کوچه خلوت بوده. خب مگه چه فرق میکنه؟ تو کوچه خلوت نمیکشن که. ما شنیدیم که شما در زبان عبری تسلط خیلی کاملی دارین. میشه بگم اگه پیامی چیزی برای سران اسرائیل دارین همین الان بگین؟ اسرائیل آخر مهر و خاقنت بوده است. شاشت خیلو رحصا مهاخیم یازقه بقیه سحرت. خیلی ممنون آقای خاتمی. روز 25 ژوئن 2009 و در تک و تاب بحران‌های پس از انتخابات ایران، ناگهان تیتر اول همه خبرگزاری‌های دنیا به این جمله تغییر یافت: مایکل جکسون به علت نارسایی قلبی درگذشت. مایکل جکسون، نماد موسیقی پاپ قرن 20 که لقب سلطان پاپ را یدک می‌کشید، اسطوره‌ای بود که در غرب از او به عنوان مظهر استعداد و هنر پاپ و در شرق از او به عنوان مظهر فرهنگ غرب یاد می شد. آقای جکسون که شهرت فراگیر و استعداد بی‌بدیلش از او یک ابرستاره ساخته بود، قرار نبود که هیچگاه بمیرد. ولی وقتی خبر مرگش تایید شد، میلیون ها طرفدار او ناگهان متوجه شدند که او نیز انسانی معمولی بود مثل دیگران که در سن 50 سالگی و فقط چند هفته پیش از آغاز آخرین کنسرت هایش از پا افتاد و هیچگاه فرصت نکرد با طرفدارانش خداحافظی کند. در این تصاویر مایکل را می‌بینیم که تنها چند روز پیش از مرگش در حال تمرین رقص‌ها و آهنگ‌های آخرین کنسرت‌هایش است. او انسانی بود که با زندگی پرفراز و نشیبی که داشت، همواره در انظار عمومی و
به عنوان هنرمندی از او یاد می شد که بهترین روزها و بدترین روزهای زندگی را تجربه کرده بود. مایکل محبوب با فروش نجومی آلبوم تریلر به اوج قله موسیقی پاپ دنیا رسید و با اتهامهایی که برای سوء استفاده جنسی از کودکان به او زده شد تا یک قدمی سقوط پیش رفت. مایکل جوزف جکسون، هفتمین فرزند خانواده جکسون ها، 29 آگست 1958 در ایالت ایندیانا به دنیا آمد. مایکل اولین بار در سال 1968 با گروه خانوادگی جکسون 5 به دنیای موسیقی پاپ معرفی شد. او به رغم سن کمش ناگهان همه منتقدان موسیقی را مجذوب استعداد ذاتیش کرد. او از سال 1971 به بعد کارهای انفرادی خودش را آغاز کرد و طولی نکشید که دنیا برای او کلاه از سر برداشت و به او لقب سلطان موسیقی پاپ را اعطا کرد. جکسون با آلبوم تریلر که در سال 1982 انتشار یافت رکورددار پرفروشترین آلبوم تاریخ موسیقی دنیاست. دامنه تغییراتی که مایکل در دنیای موسیقی انجام داد از نوت‌هایش فراتر رفت و او توانست در اوایل سالهای 80 میلادی با موزیک ویدئوی تریلر تصویر را به عنصر نوینی در عرصه موسیقی تبدیل کند. او باعث تبدیل موزیک ویدئو از تصاویر تبلیغاتی به یک فرم هنری شد و به تنهایی به آن هویت داد. علاوه بر این، مایکل با طراحی‌های رقصش این هنر را نیز دچار تحولی نوین کرد. زمانی که در ایران داشتن کاست های مایکل جکسون غیر قانونی ترین کار روی زمین محسوب می شد، نوجوانان و جوانان در شهرهای بزرگتر ویدئوی مایکل جکسون را داشتند و بریک دنس تمرین می کردند. دستکش به یک دست، جوراب سفید و شلوار تنگ یا لوله تفنگی مد روز تهران بود و میلیون ها نسخه غیر قانونی آثار مایکل جکسون این پدیده هنری دنیا را تبدیل به نماد آنچه دولت ایران به آن فرهنگ مبتذل غرب می خواند کرد. ولی مایکل همیشه در اوج نبود. خبرگزاری هایی که در روزهای گذشته و پس از خبر مرگ مایکل جکسون او را تبدیل به اسطوره‌ای دست نیافتنی کردند، در سالهای دهه 90 خصوصی ترین زوایای زندگیش را به عموم مردم نشان دادند. پس از چند عمل جراحی پلاستیک، مشکلات مالی و قانونی، مایکل هدف خبرگزاری ها شد و اعتبارش مورد خدشه قرار گرفت. با این حال هنوز این آهنگ های مایکل جکسون بود که در دیسکوها و کلوب ها داغ‌تر از همیشه بود و هیچ موسیقی پاپ جدیدی نمی توانست مانند ملودی های مایکل خون را در شریان های مردم کوچه و بازار به گردش درآورد. مایکل زندگی خصوصی موفقی نداشت. او دوبار در زندگیش ازدواج کرد و صاحب 3 فرزند شد. مایکل جکسون در سن 50 سالگی به دلایلی که هنوز مشخص نشده از دنیا رفت، اما آنچه او از خود در تاریخ هنر موسیقی به جای گذاشت برای همیشه زنده خواهد بود. یکی دیگه ready؟ خب این هم از پارازیت امشب. تا پارازیت دیگر امیدوار باشید و مثبت. مرسی، bye.